دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم. همینجوری که در این عکس میبینید و روز چهارشنبه هم به شما نشون دادم و گفتم که من واقعا این بار امیدم به خانم ها هست، چون تنها کسی که تونسته جلوی ترامپ وایسه و ممکنه این رو به زانو در بیاره، حتی ممکنه این رو به زندان بندازه، زنها هستن. این زنها نمیتونن این قدرت رو داشته باشن بدون وجود افرادی مثل آقای ایران بومی. دیدیم داستانش رو، توی روزنامه های آلمانی هم نوشته بودن، منم بهتون نشون داده بودم که یک خانمی مثلا سر کار بهش زور گفته شده یا به خاطر لباسش یا به خاطر مذهبش و ایشون دفاع کرده بود. وقتی اینا از یه نفر دفاع میکنن، 100 نفر دیگر رو تقویت میکنن که بیا جلو، تنها نیستی. آقای ایران بومی، من ویدیو شما رو ندارم ولی هیچ اشکالی نداره، هم اون عکس رو نشون میدم هم این عکس زیبای شما. این عکس شما که اینجوری هدف نشون میدید ما رو، منظور کن چیه؟ روز شما بخیر، وقت شما بخیر در هر جای دنیا که شما و بینندگان تو نستن. کدوم یکی از عکس رو میفرمایید؟ همین روی اسکایپ که میام. بله، یه عکسی هست که با همون روپوش به اصطلاح قضاوت یا وکالت، ولی دستتون رو اینجوری به طرف ما نشون میدید، انگشت. با این همونجوری که میدونید دفتر ما سعی میکنه که هم مسئله رمانتیک و هم مسئله کلاسیک رو رعایت بکنه. رمانتیک یعنی مربوط به احساس و کلاسیک یعنی مربوط به عقلانیت، و در این عکس سعی شده یک تلویقی باشه هم از ایده رمانتیک و هم کلاسیک. اینو در فلسفه اروپا بسیار بهش اهمیت میدن، یعنی فقط عقلانیت نیستش بلکه احساسات هم هستش، و در دادگاه ها وقتی که ما میریم شما با ترس، خشونت، فروکشی احساسات، مرزبندی انسان ها در رابطه هستین، و برای همینه که ما باید در اونجا سعی کنیم مربوط به عقلانیت یعنی با قانون اون احساسات رو باش برخورد کنیم. بله. امیدوارم که جواب کوتاهی برای شما باشه. اگر روی فیسبوک هستید فیسبوک رو خاموش کنید، در ما صدای شما رو خوب داریم. این چیزی رو که گفتید من از نوشته‌های شما تو برنامه‌های دیگه هم استفاده کردم، و اون حالت رمانتیکو که میگید این همیشه با شما بوده، شما دوست دارید به نوشتن و خوندن و این چیزا، و چجوری رفتید تو کار وکالت؟ این رو برای ما یه توضیح بدید برای دوستانی که با شما جدیدن آشنا میشن. ولی سوال شما بسیار جالبه، من توش نرفتم از این دهاز. اگه شما میفرمایید چه توش شغلی هستش، حالا سانتیمنتال هم اگه نخواهیم باشیم چون احساسگرایی نیمش بره به شغل وکالت، با خوشبختی درونی در رابطه، یعنی وقتی که من در این کار میتونم کمک بکنم و حقی رو که پایمال شده رو بتونه آدم دفاع کنه، یه عشق، یک محبت هم به خودم و هم به افراد دیگه، یک احساس از مردم بگیرین که فکر کنین رنج نداشته باشن، عصبانی نباشن، چه احساس قشنگی که اینها بتونن اندوهناک نباشن، ناامید نباشن، و بدونن که یک کسی هم هستش که پشتیبانشون هست و بهشون میگه شما هم حق دارین. بفهمید. بسیار ممنونم. یه مقداری درباره این برنامه‌ای که توی مارچ ماه آینده خواهید داشت صحبت کنید، و این ماجرای خشونت و اینها، و احیانا اگر ویدیویی از این برنامه ها داشته باشید برای ما بفرستید، من نشون میدم، چون باور دارم که حتی در آمریکا الان ما شاهدیم که این ماجرای ظلم و ستم به خانم ها همینجور ادامه داره، و این تا حالا گول خودمون میزدیم که این کشورهای پیشرفته همچین چیزی ندارن، زن و مرد مساویان. هنوز که با شما صحبت میکنم در قبال هر 1 دلاری که مردا حقوق میگیرن، همون کار رو اگه زنها انجام میدن 78 سنت میگیرن. و یه مقدار در رابطه با این سمینار صحبت کنید، و آدرس و اینها رو هم به همون آلمانی و اینا بگید که دوستانی که اونجا هستن اگه خواستن بیان یا تماس بگیرن به اصطلاح با شما بتونن در تماس باشن. با توجه به اینکه سمینار همون ابتداش به انتهاش رسید و تعداد افراد پر شد و از این لحاظ جا دیگه نیستش چون رزروی بودش، فکر نکنم که این امکانش باشه. حالا برای سمینار آینده خواهد بود. در ضمن ما 2 سمینار داریم برای ماه مارچ، یکی در رابطه با روابط ایران و آمریکا هستش و تاثیر فرهنگ ایران در آمریکا، که شما رو فیسبوک من الان شاید نگاه بکنید میبینید که با توجه به تصمیم دادگاهی که جدیداً گرفته شد یک شکل رو آماده کردم و گذاشتم که این تأثیر فرهنگ ایران
نشون میده تا یه مقداری بامزه هستش در رابطه با جناب آقای پرزیدنت آمریکا ترامپ. ولی در رابطه با موج، رفتارهای موجی، رفتارهای زن و مرد که شاید من بهش میگم بعضی وقتا به عنوان رفتارهای موجی هن، مردها در سطح و زنها در کف، وقتی که شما یک لیوان و موقعی که نگاه میکنین نصفش توش آبه، میتونین خوشحال باشین، اون موقع نصف پرشو میبینین، ناراحتین نصف خالیشو میبینین. حالا فکر کنین دو نفر باشن، چند حالت میتونه پیش بیادش؟ حداقل میتونین این احساس کنین که اگه یکی روبروی اونه که قرار گرفته و مردها معمولا خواهان فضا و فرصت هستن، برعکس خانم‌ها بیشتر میخوان درک بشن. سرکوب احساسات کار مردان، زن ها بیشتر میخوان احساساتشون شعله بر بشه، میخوان با مرد حرف بزنن، ولی مرد اون حرف زدن رو ازش اجتناب میکنه. ما میبینیم که مشاجره پیش میاد، مشاجره ای که رفتار سالمی میتونه باشه ولی به دعوا میرسه. آدم با سرکوب احساسات خودش میادش با همدیگه دعوا را میدازه و اون احتیاجات همدیگه وقتی رعایت نمیشه، احساسات منفی تخلیه نمیشه، باعث شادی به همدیگه نمیشن، اتفاقی میفته در اونجا به جای محبت، عشق، شادی، اطمینان، لمس کردن همدیگه، خشونت یواش یواش شکل میگیره. بفهمید. بسیار ممنونم. حالا این عکس آقای ترامپ رو نشون دادم. اولا ایشون اینجا خیلی خوراک بد میخوره، همش این چیزای حاضری کنتاکی فراید چیکن و همبرگر و اینا رو میخوره، ولی شما لطف کردید هم بهش کباب دادید، هم به اصطلاح پیاز هم بهش یاد دادید که ایرانی ها با کباب پیاز خام هم میخورن. این چیز خاصی زیرش نوشتید یا فقط این عکس رو به عنوان یک کاریکاتور میخواید؟ ولی این برای این سیستم چک اند بالانس که در آمریکا وجود داره به ما دوباره نشون داد که دموکراسی نمرده، دموکراسی زنده است در آمریکا و نشون میده که چقدر قانون اساسی آمریکا به مردمش قرارداد اجتماعی قوی در آمریکا هستش، این امکانو میده که هیچ کسی در برابر قانون برتر قرار نگیره و این قانونی که بالاتر از هر چیز نه اشخاص و این احترام به قانون هستش که من این عکسو گذاشتم، یعنی که جناب آقای پرزیدنت قانون و دولت تعیین نمی‌کنه که در کجا مرزش هست، بلکه همونجور که میدونین قضات هستن و ما وکلا هستیم که دفاع میکنیم و میگیم که حتی شما که سر حکومتین، سر دولتین، بالاتر از اون شهروند نیستین و قانون باید اجرا بشه. نابرابری در برابر انسانهایی که هیچ کاری نکردن و در این قانونی که جناب آقای ترامپ و گروهشون آوردن، این خودش پایه زیر خشونته که ما بازم خوشحال هستیم که قضات آمریکایی و حقوقدانا تونستن اینو پریروز دوباره جلوگیری کنن. بسیار ممنون. بله، یکی دوتا از این به اصطلاح قاضیای فدرال یا چیز مرکزی، دولت مرکزی جلوی ایشون وایسادن، از اون بیقانونی هاش جلوگیری میکنن. امیدوارم که به زودی اون نتایج بازرسی مخصوص هم بیاد و این کارهایی که ایشون کرده، چون خود این یکی از این اصلا آوتلا یا قانون شکن بزرگه. من میدونم شما کار داری، بیشتر از این مزاحمت نمیشم. شما گفتید که مارچ دو تا برنامه دارید، یکی دیگه‌اش کیه به غیر از 29؟ دو تاش در مارچ خواهد بودش. قسمت اولیش که در رابطه با متاسفانه همونجوری که مثلا یکی از اتفاقات شدید که داره در جامعه پناهندگی و جامعه مهاجر میفته، متاسفانه سرکوب کردن احساسات تا یه حدی فایده داره، بعدن به خشونت انتها پیدا میکنه و چندین بار متاسفانه بازم باید بگم بنده باید پرونده هایی داشته باشم که زنها به وسیله متکا خفه شدن و یا به وسیله گلدون در خونه کشته شدن و یا حتی دزدیده شدن. یه خانومی که 3 تا هم بچه داشتش به وسیله افرادی که شوهرش پول داده بودش اینو دزدیدن و یا مسائل دیگه‌ای که پدر یا برادر مشکل ایجاد میکنه که با چه شخصی باید تو ازدواج کنی و این دختر رو باید با کمک پلیس فدرال آلمان از داخل
عروسی ما نجاتش میدادیم که اینها رو سعی کردم هم به وسیله کلام بر روی کاغذ، حالا در آینده این کتاب بیرون میادش با 44 مثال برای خانوم ها و البته برای آقایون توضیح بدم که چرا باید شما از حق خودتون به موقع دفاع کنی و جسمتون رو مواظب باشین، خیالتون رو مواظب باشین. با قدم گذاشتن به طرف حق شما میتونین خرد خودتون هم به کار ببرین و ما هم نمیخوادش بترسین، پشت شما هستیم و نمیخواد دیر به پلیس اطلاع بدین، دیر به وکیل اطلاع بدین، بلکه اون موقع ممکنه افسوس باشه. فریاد شما رو ما میتونیم به گوش دادگاه برسونیم و شما رو کمک بکنیم. بسیار ممنونم از شما. نتیجه این که دوستان اگر در این سمینارها شرکت کنن یا مطالبش رو بخونن یاد میگیرن که قبل از این که به اصطلاح دیر بشه چگونه پیشگیری کنه. دقیقا هیچ نباشیم، بلکه بدونیم که ما میتونیم روشایی به کار ببریم که خیلی وقتا به نتیجه بهتری برسه، چون رابطه داشتن یک نوع تربیت میخواد، یک آموزش میخواد و اینو به کودکی ما متاسفانه شاید اینو خوب یاد نگرفتیم، ولی در سنهای بالا هم ما میتونیم جلوگیری کنیم که اگه خشونت در طرف مقابل به وجود اومد سعی کنیم بتونیم آرومش کنیم، بفهمیم چرا این خشونت داره، ناراحتیش چیه، عصبانیتش سر چیه، چرا رنجیدن، چرا وقتی که یه مرد براش بهترین غذا رو میذارین ممکنه که اصلا راضی نباشه، ولی اگه غذای سوخته رو میذارین ولی چند دقیقه قبل ازش قدردانی کردین، دو کلمه قشنگ بهش گفتین که خسته نباشین، همون غذای سوخته رو میادش با لذت میخوره. چرا مال در داشتن خونه بزرگ خوشبختی نمیاره و چگونه ما میتونیم مرزبندی ها رو کنار بذاریم و با هم دیگه آینده خوبی داشته باشیم. بسیار ممنونم، امیدوارم که در هفته های آینده ما شما رو بیشتر داشته باشیم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگر موضوع دیگه هم هست که میخوام با دوستان بیننده در میون بذارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من فقط آرزو دارم که دوستان یک مقداری بیشتر روی خشماشون کار بکنن، متوجه باشن که چرا بعضیا عصبانی میشن و اینو ما باید بیایم بشناسیم، عقب نندازیم، هر چه زودتر خودمون رو بشناسیم با روانشناس، با افرادی که متخصص هستن، مخصوصا اونایی که در اروپا زندگی میکنن به طور رایگان این امکانو دارن، در خانه‌های پناهندگی هم هستن استفاده کنن، خانوما هم میتونن رایگان کمک‌های حقوقی داشته باشن. شب خوبی رو برای شما در همه جای دنیا آرزو دارم. بسیار ممنونم از وقتتون. خیلی ممنون. ممنون از شما.